امروز قراره با هم دیگه محصول خفن و آنباکس رو بررسی کنیم. هدست واقعیت مجازی متا کوست 2 یا همون اکیولس گست 2 که تازگی اسمش عوض شده. سلام بچه‌ها، حالتون چطوره؟ من فرزاد شهریری هستم و به کانال یوتیوب من خیلی خیلی خوش اومدید. قراره که امروز با هم دیگه هدست واقعیت مجازی متا کوست 2 رو با هم دیگه آنباکس رو بررسی کنیم. از اون طرف مشکلاتی که داره رو بهتون بگم و اینکه به صرفه است که بخریدش یا به صرفه نیستش. از مشکلاتش بگم تا چیزای خوبی که داره و حتی کانکت شدنش تو ایران که خیلی مشکل داره رو بهتون میخوام آموزش بدم. اما قبل از اینکه بریم سراغ آنباکس، خوشحالم میکنید که کانال یوتیوب منو سابسکرایب کنید، این ویدیو رو لایک کنید، زنگ نوتیفیکیشن هم بزنید که هر موقع ویدیو جدید گذاشتم اولین نفر باشین که تشریف میارین و ویدیو من رو تماشا میکنید. با این کار خیلی به من انرژی میدین. بریم با هم سراغ آنباکس این محصول خفن. خب میریم سراغ این محصول خفن برای آنباکسش. متا کوست 2 نسخه 128 گیگ. نسخه 256 گیگش هم توی بازار موجوده و از اون طرف مدل های دیگه ای از هدست واقعیت مجازی اکیولس وجود داره. اما خب فکر میکنم این یکی از بصرفه ترین نسخهاش باشه و آخرین نسخهش باشه تا الان که دارم این ویدیو رو میگیرم. خب برای باز کردن درش که کشوی ماننده، این قسمتشو با هم دیگه باز میکنیم. متا کوست 2. بچه‌ها راستی باید بهتون بگم که این محصول قبلا آنباکس شده، ولی برای اینکه شما دقیق‌تر بفهمید چه وسایلی توی این جعبه وجود داره، دارم از اول براتون آنباکسش میکنم. خب در جعبه رو باز میکنیم و واو، رنگ سفید خیلی جذابی داره. توی قسمت بالایش گفته که چه کارهایی باید انجام بدیم. مثلا برای دسته‌ها و کنترلایی که اینجا میبینید، شما یه قسمت پلمب داره که باید اونو بکشین، مثل ساعتایی که خیلیامون دیدیم، برای اینکه کار کنه و باتری توش جواب بده. این قسمت هم توضیح داده که چجوری زاویه سرمون رو بتونیم تنظیم کنیم و از اون طرف یه قسمت دیگه ای هم داره که گفته دکمه پاورش اینجاست، 2 ثانیه نگهش داری روشن میشه، 2 ثانیه نگهش داری خاموش میشه. خب با این موضوع کاری نداریم. این قسمت راجع به لنزاش گفته و گفته لنزاش شما میتونید تکون بدین و جاش عوض بشه که بعدا بهتون نشون میدم. خب این دوتا کنترلای ما هستن که از تو این قسمت میتونیم توی دستمون بذاریمشون. یه دکمه اینجا داره، یکی اینجا، یه ایکس و وای و یه دکمه ریزم اینجا داره برای تنظیمات و یه دونه جویستیک هم اینجا داره. از این قسمت هم شما میتونید سفتش کنید که از دستتون نیافته. خب اون دستم همینطوره، یه جویستیک داره اینجا، یه دکمه اینجا و یه دکمه هم اینجا، میتونید از این قسمت هم توی دستتون بذارید. یه جویستیک داره، یه دکمه A B داره و یه دکمه که لوگوی اکیولس روشه. خب حالا یه سوالی که وجود داره اینه که این اصلا جای شارژ نداره، باید چیکار کنیم؟ خب باید بهتون بگم که این یه قسمتی داره تو اینجا که شما میتونید اینو بکشین و باتری توشه و شما میتونید باتریشو عوض کنید، ولی من چند روزه دارم با این کار میکنم و هنوز باتریش 100% و باتریش خیلی قویه. به نظر من همینو دوباره شارژ کنید. خب به این صورتم بسته میشه، خیلی ساده و راحت. خب میریم سراغ چیزای دیگه ای که تو این جعبه وجود داره. یه دونه جعبه اینجاست که روش نوشته متا کوست 2. خب جعبه رو باز میکنم، یه دونه دفترچه راهنما توشه که هیچ وقت باش کاری نداریم. یه سیم دو سر تایپ سی اینجا هست که وصل میشه به اکیولس، از اون ور وصل میشه به آداپتورمون که اینجاست. خب اینم از این، بذاریمش اینجا. حالا میرسیم سراغ خود موضوع. آخ اینم یادم رفت بهتون بگم، اینم برای کسایی که عینک دارن که این وصل میشه اینجا، برای اینکه اذیت نشین. او راستی یه چیز دیگه هم اینجا بود، اینم لاستیک دور عینکمونه که دور عینک بذاریم و اذیت نشین. خب میرسیم به خود عینک. یه دوربین اینجا داره، یه دوربینم اینجا، دو تا دوربینم اینجا داره، دکمه پاور رو اینجا داره، اینم چراغ پاوره، یه میکروفون اینجا داره، یه میکروفون هم اینجا، دو تا دکمه داره برای کم کردن و زیاد کردن صدا و اینم که میتونید رو سرتون بذارید و تنظیمش کنید به سادگی و راحتی. اگه چشمتون مدلش فرق داشت میتونید جاشو عوض کنید و زاویهشو درست کنید. همین، چیز خاص دیگه ای نداره. آها یه قسمت هم داره برای جک هنسفری، برای اینکه هنسفری رو بذاریم روش یا میکروفون. از اون طرف یه قسمت هم داره برای پورت شارژ و USB که به صورت تایپ سیه. خب بریم که کلی چیزای دیگه راجع به این محصول رو بهتون بگم. خب من این لاستیک دورشو به سختی تونستم بچسبونم. یه سری نکات راجع به این عینک بهتون بگم یا این هدست. این هدست برای شرکت فیسبوکه، برای همین روش زده متا. متا هم که همونطور که میدونید اسم جدید شرکت فیسبوکه که زیر مجموعش اینستاگرام و واتساپ هستن. به خاطر این موضوع و به خاطر فیلتر بودن فیسبوک توی ایران و کانکت بودن این هدست
به صورت مستقیم با فیسبوک، این هدست توی ایران جواب نمیده و باید یه حرکتی انجام بدیم که خیلی ها این حرکت رو انجام دادن، خیلی ها که نه، هر کسی که این هدست رو گرفته این حرکت رو انجام داده برای اینکه بتونه هدستش رو فعال کنه و فقط برای بار اول نیازی که این کار رو انجام بدین یا برای بار بعدی دیگه نیاز نیست که این کار رو انجام بدین. خب حالا باید چی کار کنیم؟ کافیه که برین توی تنظیمات مودمتون، اونجا یوزرنیم پسورد رو وارد کنید، توی قسمت VPN وارد بشین، یه دونه VPN بگیرین، اینجا بنویس L2TP حتما باشه و DNS خارج از ایران داشته باشه، نه خود ایران، مثل آلمان، آمریکا، انگلیس، که من با اینا تست کردم جواب داده. شما زمانی که هدست رو میذارین روی چشتون برای اینکه استارت کارو بزنید، حالا هدست رو با هم دیگه چک میکنیم داخلش ببینیم چه خبره و بعضی تست چه قراره، ولی شما زمانی که میشینید هدست رو میایین ست میکنید، همون اول ازتون میخواد که به یه دونه وای فای وصل بشین. به همون وای فای که وصل شدین حتما باید DNS یه کشور خارجی روش باشه تا که جواب بده، در غیر این صورت براتون جواب نمیده متاسفانه. من تقریبا یک روز طول کشید تا تونستم یه سرویس VPN پیدا کنم که به DNS آمریکا یا آلمان یا انگلیس دسترسی داره، اونم توربو VPN بود که میتونی اینجا بذاریش عکسشو. و بعد از اینکه وای فای رو وصل کردین به VPN یا همون DNS، شما مستقیما میتونید وارد دستگاهتون بشین، روش اپلیکیشن نصب کنید، نرم افزار اجرا کنید و بعد کلی کارهای دیگه کلا میتونید دیگه ازش استفاده کنید. ولی اگه نتونید احیانا به وای فای وصل بشین، یه حرکتی میتونید بزنید، تو اینترنت هم هست، شما سرچ کنید راجبش هست. اگه کامپیوتر شما وای فای داره، یه دستگاه انقدیه وصل میشه مثل فلشه، وای فای میشه براتون، یا اینکه لپتاپ دارین تا بتونید تبدیلش کنید به وای فای، شما کافیه که توی کامپیوترتون وی پی ان رو فعال کنید، از اون طرف کامپیوتر یا لپتاپتون رو هات اسپات کنید به این دستگاهی که اینجا میبینید. همین. البته من تست کردم، یه مقدار سخته و اون روش اولی که بهتون گفتم خیلی ساده تره، یعنی نصب کردن DNS یا VPN روی خود مودم، ولی خب مودم نداشتین یا با گوشیتون وصل بودین، این روشی که گفتم هم جواب میده اما خیلی سخته. من تست کردم، واقعا سخت و سخت‌آور بود. حالا میدونم منتظر چی هستین، منتظر این هستین که این عینک رو سرم بذارم و بررسیش کنم و ببینم داستان از چه قراره. بعد از اینکه عینک رو دیدیم، جاش داخل شدیدیم، میریم سراغ معایب و محاسن این دستگاه این دستگاه و اینکه آیا میشه بازی رایگان روش نصب کرد یا حتما بازی رو بعد به دلار بخریم. خب حالا ما میریم تستش کنیم، امیدوارم که رکورد بکنه. برای روشن کردنش همونطور که بهتون گفتم یه دکمه داره این قسمت، دو ثانیه نگهش میدارین، بعد از اون یه دونه لوگو متا که این بغلم بذار میاد روی صفحه براتون که پس زمینش کاملا مشکیه، تو این قسمت چون روشن شدنه نمیتونم فیلمش رو براتون بذارم، یه پیام میاد اینجا براتون که باید زمین و سطح رو مشخص کنید که من از قبل مشخص کردم. اگه مشکلی دارین میتونید مشخص کنید. برای مشخص کردنش هم اینجوریه، اینو نگه میدارین، به قسمت پایین نگه میدارین، میکشین اون محدوده‌ای که شما دارین و هیچ وسیله اونجا نیستش. الانم شاید باورتون نشه، از این دوربینایی که اینجا داره من میتونم همه چیزو ببینم. خب حالا با هم دیگه تستش میکنیم، میرسیم اون سم، ولی فعلا کانفرم رو میزنم. خب الان فکر میکنم داره رکورد میکنه. آره داره رکورد میکنه. خب بچه ها اینه فضاش، خیلی هم قشنگه، خیلی هم جالبه و قشنگ. میبینید که همه چیز به صورت سبودی. حالا یکم بیام بیرون، میبینید دوربینش داره برام فعال میشه و بیرون رو هم میتونم ببینم. خب بریم یه سری قسمت ها رو بهتون نشون بدم. یه قسمت داره کویک سیتینگز که اینجا باتری هدست رو زده، اینجا باتری دسته سمت چپ، اینجا باتری دسته سمت راست، اینا میگم خیلی قوی هستن، 100%. تو این قسمت شما میتونید صدا رو کم و زیاد کنید، تو این قسمت میتونید نور رو کم و زیاد کنید که همینقدر خوبه. تو این قسمت میتونید گاردین رو درست کنید، خب که مثلا من بخوام اینو دوباره ستش کنم اینجوریه که باید اینجا کانفرم رو بزنم، اینجوریه که باید مثلا برم اون برتر چون اینجا محدوده من اوکیه. خب الان میبینید این قسمت هایی که شما میبینید قسمتیه که من باید زمینم رو مشخص کنم. خب اولین کاری که میکنم بلند میشم اینجا و زمینم
و زمینم رو اینجا تشخیص داده به خاطر اینکه من نشسته بودم. ولی اینجوری شما باید دور تا دورتون رو، دور محدوده‌ای که شما میتونید حرکت کنید و اینجوری خط بکشین، الان این محدوده منه. خب حالا باید اضافهش هم کنم چون این قسمت رو نیاز دارم. آره. بعدش کانفرم رو میزنم و دوباره کانفرم رو میزنم. خب یه قسمت داره دونات دیسترب که کاری باش نداریم، این قسمت هم که نایت دیسپلی که این شکلی میشه، این قسمت هم قسمت میوت کردن میکروفونه، این هم که برای ریست کردن ویوه، ریپورت پرابلمو که چیز خاصی نیست. خب این قسمت تموم شد. یه قسمت داره قسمت خود اکسپلوره، چون الان من به اینترنت وصل نیستم، یعنی وصل هستم و اینترنت من الان DNS نداره. توی اکسپلورش برین یه سری اخبارا رو ببینید، یه سری بازی ها رو ببینید، حتی بازی رایگان هم خیلی میذارم برای دانلود. دیگه چی داره؟ قسمت استور رو داره که شما میتونید برین توی استور هم بازی ها رو بگیرین، حالا میتونید اگه پیپل داشته باشین بخرین. من روش نصب بازی رایگانشم توی کانال تلگرامم براتون میذارم، اینجا نمیتونم بذارم چون احتمالاً یوتیوب گیر بده. از اون قسمت یه قسمت داریم به اسم پیپل که شما میتونید توی این قسمت فرنداتون رو اد کنید. توی قسمت شیرینگ هم که همونطور که میبینید دارم رکورد میکنم، رکورد من از اینجا شروع کردم و تک فوتو هم میتونیم داشته باشیم، یه چیز تو مایه اسکرین شات. قسمت اپس، خب اینجا یه سری اپو داریم، فایلامون هم اینجاست، میتونیم وارد بشیم. و یه چیز جالبی که بهتون بگم اینی که بچه ها سیستم عامل این عینک اندرویده، یعنی شما میتونید تمام اپلیکیشن های اندرویدی رو توش نصب کنید. حالا توی کانال تلگرام هم بهتون میگم، اینجا آیدیش براتون میاد روی صفحه و همینطور توی کپشن هم هست. من خودم الان یه سری بازی ها رو به یه سری روش نصب کردم، حالا یکیشو براتون اجرا میکنم و نشونتون میدم مثلا چجوریه. و همونطور که میبینید یه سری چیزا داره میاد روبروی صورتم. کد برنامه نویسی بود اولین الان به خاطر اینکه من زاویه‌ام خیلی بده اینجوری شده چون نشستم نباید بشینم، بعد زاویه زمینم ست شده اینجا، متاسفانه باید پایین ست میشد که نشده. و اینکه خب میریم بیرون، برای بیرون اومدنش هم یه دکمه هوم اینجا هست، میتونیم بزنی و بیای بیرون. خب من همونطور که میبینید اینجا من رو زمینم، حتی باید کلا بلند شم و این سطح زمین من حساب شده، ولی میبینید چه کیفیتی داره، چقدر قشنگه این منظره، حتی اون تاواره داره، خیلی جالبه، خیلی طبیعیه و شما واقعا حس میکنید که تو این دنیا هستین. خب این از این دنیاش بود و کلی بازی میتونید روش نصب کنید، هم به صورت رایگان هم به صورت پولی، که همه رو توی ویدیو بهتون توضیح میدم. این دیگه باید در بیارم. حالا بریم سراغ این که معایب و محاسن این دستگاه چیه. بچه ها این دستگاهی که شما میبینید یه مشکلی که داره اینی که لنزش، این دوتا لنزی که اینجا هستن، بخار میکنه. یه مورد دیگه همین الان من اینو گذاشتم، این یه تیکر عرق کردم، من این یه تیکر من کلن عرق کردم و چون فضا گرفته و بسته است از اون بر هوای اینجا گرمه زود عرق میکنی، ولی خب اگه جای سردم باشی هدستو بذاری بازم عرق میکنی، فرقی نمیکنه و قشنگ چیکای عرق از گونات میاد پایین. این یکی از معایبشه. و یکی از معایب دیگه که داره اینه که اگه برین توی این دستگاه نیم ساعت 40 دقیقه بازی کنی، بعد مثلا بازیش تیراندازی باشه، تیر داره میاد سمتت، خب تو بازی فکر میکنی که آقا واقعا داره تیر میخوره، جا خالی میدی. ولی وقتی که این دستگاه رو بیاری بیرون و توی دنیای واقعی قرار بگیری، یه سری ساید افکت ها و عوارض جانبی داره، اینکه هنوز حس میکنی یه تیر داره میاد سمتت و هنوز جا خالی میدی. این خیلی بده، امیدوارم که کوتاه مدت باشه، چون تستی که من کردم در حد نیم ساعت 40 دقیقه بود این ساید افکتی که داشتم، ولی اگه بیشتر باشه واقعا خیلی بده. اما خب فکر میکنم عادت کنید، چون امروز که بازی کردم با VR تقریبا یک ربع عوارض جانبی داشت و داشتم اذیت میشد. و حتی گوشی رو که میگیرین دستتون فکر میکنید که این گوشیه تو واقعیت مجازیه و وقتی لمسش میکنید واقعا شوکه میشید. میدونید چی میگم؟ خب اما خوبی که این دستگاه داره چیه؟ اینی که اول همه چیز داره آپدیت میشه، همه چیز رو ما میتونیم به صورت
واقعیت مجازی ببینیم، ولی خب داریم از دنیای فیزیکیمون دور میشیم و داریم میریم سمت دنیای مجازی. از اون طرف هم یه خوبی که این دستگاه داره اینی که زود باعث میشه که لاغر بشین. اگه اضافه وزن داشته باشین سریع چربی ها رو آب میکنه. تو قشنگ وقتی که بازی تمام شد متوجه میشی که عرق کردی، انگار یه ورزش سنگین رو انجام دادی. خب یه سری بازی ها رو داره که واقعا سنگین هستن و اگه اونا رو انجام بدین واقعا به نظر من سریع لاغر میشین و حتی به نظر من از کینکت ایکس باکس و پلیستیشن هم خیلی بهتر میتونه عمل کنه. این بود از چیزایی که بهتون گفتم. خب راجع به نکته بعدی که میخواستم بهتون بگم این که بازی ها رو به صورت رایگان میشه نصب کرد. بله میشه نصب کرد. اینو متاسفانه چون یوتیوب یه مقدار قوانینش سخته برای این موضوع نمیتونم اینجا توضیح بدم، توی کانال تلگرام هم توضیح دادم، آیدیش اینجا هست و همینطور توی کپشن. پس خیالتون راحت باشه بازی رایگان رو میتونید دانلود کنید و استفاده کنید و بازی کنید، اصلا هیچ مشکلی نداره. براستی یه دونه کابل هستش که تایپ سی تو تایپ سی میتونید وصلش کنید به کامپیوترتون تا بتونید بازیای کامپیوتری که به صورت وی آر هستن رو بازی کنید. اگرم کامپیوترتون کابل تایپ سی نمیخوره میتونید کابل یو اس بی به تایپ سی رو بگیرید که من از آمازون دبی سفارش دادم، تقریبا 1,000,000 تومان الان که این ویدیو رو دارم میگیرم هزینه کابل در اومد. شما حساب کنید 100 درهم از این کابلش دیگه، با درهم روز خودتون حساب کنید ببینید به چه نتیجه میرسید. البته 5 متری چون واقعا 5 متریشو نیاز داشتم. از اون ور کابل باید یو اس بی 3 باشه، یو اس بی 3 باشه، به خاطر اینکه من تست کردم با یو اس بی 2 اون دیتایی که داشت رد و بدل میشد خیلی ضعیف بود و کلا کلی لگ داشت، کلی باگ داشت. برای نصب کردن برنامه‌ای که میتونید این هدفونو به کامپیوتر وصل کنید و از طریق این هدفون بتونید بازی کامپیوتری رو انجام بدین، من یه دردسر زیادی داشتم، یه پروسه طولانی داشتم، اما خب همه اینا شدنیه و میشه. حالا برنامه‌هاشون هم اگه تقاضا کنید من خودم توی کانال تلگرام براتون میذارم. از اون طرف یه برنامه است به اسم سایت کوست. خب آیکونش اینجا و اسمش اینجا برام هم بذار ادیتور عزیز، که اینو شما نصب می‌کنید، بعد از اون طریق یه سری بازی‌ها رو می‌تونید بگیرید و دیگه نیاز نیستش که خود آکیولس یا خود این هدست رو وصل کنید به اینترنتی که وی پی ام می‌خواد. قشنگ با کامپیوتر یا لپتاپ قشنگ اون بازی‌ها رو می‌گیری، می‌کشی، می‌ریزی. یه نکته‌ای هم بهتون بگم، زمانی که شما این دستگاه رو به کامپیوتر وصل می‌کنید یه قسمتی میاد که میگه آیا به این دستگاه اجازه دسترسی رو میدی که داره بهتون کانکت میشه، می‌خواد دیتاتون رو برداره. شما باید هدست رو بذارین و با کنترل بزنید که الو و جواب بده. زمانی هم که دوباره با سایت کوست خواستین بازی بریزین دوباره این پروسه هستش، دوباره آلو رو میزنید و به راحتی میتونید بازی بریزین، یعنی دوباره این موضوع انجام میشه تقریبا دوباره. این بود کل چیزایی که باید راجع به هدست واقعیت مجازی متا کوست 2 یا همون آکیولس کوست 2 بدونید و هر مشکلی که راجع به این هدفون داشتین توی کامنت برام بنویسید، من همه رو بهتون توضیح میدم و راهنماییتون میکنم و دیگه هیچ شک و ابهامی براتون نمیمونه. من این هدست کاملا تست کردم، توی 2 روز تونستم کاملا به خیلی چیزا پی ببرم و توی ایران هم میشه کار کرد، جواب میده، خیلی هم لذت بخشه. دیگه خوبی و بدی رو گفتم، مرسی که این ویدیو رو تماشا کردین، امیدوارم که خوشتون اومده باشه. مثل همیشه یادتون نره که این ویدیو رو لایک کنید، کانال یوتیوب رو سابسکرایب کنید، زنگ نوتیفیکیشن هم بزنید که اگه ویدیو جدید آپلود کردم اول نفر باشین که باخبر میشین. با همین ویدیو منو ببینید تا ویدیو بعدی هم. بدرود.